سلام به تفسیر خبر امشب خوش آمدید شاید امروز مهمترین خبری که میشه تفسیر کرد خبر آمدن نوروزه جا که که همینجا به سهم خودم فرارسیدن نوروز رو هم به شما تبریک بگم امروز برای تفسیر این خبر در خدمت آقای دکتر محمود کویر هستیم تا بتونیم جنبه های متفاوتی از نوروز رو بررسی کنیم آقای کبیر خودشون رو این چنین معرفی کردند که این معرفی نامه در روی سایت شخصی خودشون هم موجود هستش در میبود بر دامن مهربان کبیر لود چشم بر ستاره و گندم گشودم دویدم و دویدم در کوچه های انار و پسته دویدم جانم از دفدف های شیدای مادر و اسب دوانی های محمد گل گلاب و شب های پر از ستاره خانگاه آبی شد حیران و شگفت زده از روستا به شهر و به پایتخت و دوباره سرگردان و آواره در پهنای این سیاره دلبسه و شیدایی که نمی پا پابست شود مسافر این دشت های خواب و بیداری و سفر 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 بر آستان استادانی چون پرویز خانلری مهرداد بهار سعیدی سیرجانی پرویز ورجاوند درس ها آموختم و آموزگاران و عاشقانی که چراغ برگرفتند راه ها نمودند و همراهی ها کردند آنچه را که گرد آورده بودم چونان بارانی بر شاگردانی که در دبیرستانهای بوشهر و بروچستان و دانشکده ها و دانشگاه های گوناگون داشتم باریدم از دستاورت های این سالها، آنچه نش رافته است نه جد کتاب شعر یازده جد کتاب های پژوهشی، پنج نمایشنامه و صدها مقاله در شناخت شاهنامه فردوسی ادبیات و عرفان ایران و باستان عرفان ایرانی کودکان زنان و تاریخ و فرهنگ ایران است آقای کویر بسیار به برنامه ما خوش آمدید درود بر شما درود بر شما سپاسگزارم من هم به سهم خودم به شما به تمام مردم ایران و تمام مردم جهان فرارسیدن نوروز رو خود استباد میگم ممنون آقای کبیر چرا به نظر شما امروز مهمترین خبر باید نوروز باشه که ما امروز بشیریم و با هم نوروز رو تفسیر کنیم اجازه بدید سخنم رو با این کلام مولانا شروع کنم که میگوید هر نفس نو می شود دنیا و ما بی خبر از نو شدن اندر بقا نوروز رو میشه از جنبه های گوناگون بهش نگاه کرد من بدین جهت سخنم رو با این شعر آغاز کردم که نخستین جنبه ای که برای ما اهمیت داره از نوروز جنبه اساطیری نوروز هست در اساطیر ایران باستان یک استوره بسیار زیبایی راجع به این کلام مولانا وجود داره که بنیاد هستی در اساطیر ایرانی است در میان دریای فراخ کرد درختی وجود داره به نام درخت همه تخمه که تمام بذر تمام هستی در این درخت است و بر فراز این درخت سیمرغ که ایزد بانوی بزرگ ایران باستان هست لانه داره و دو بال این ایزد بانو یک بالش ایزد رام هست که جنبه به اصطلاح مادینه هستی است و یک بالش بهرام هست که اون زاویه نرینه هستی است هر بامداد این سیمرغ از روی این درخت همه تخمه برمیخیزه و بال بر هم میکوبه و بر اثر عشقبازی بهرام و رام هر دم هستی در هر بامداد از نو زاییده میشه و این به گمان من این نو شدن دم به دم هستی است که تجلی اون در نوروز هست و در این شعر مولانا که بهش اشاره کردم از این روی که نوروز یک امر ملی یک امر منطقی مربوط به یک دین خاص مربوط به یک نژاد خاص نبوده است نوروز یک امر جهانی است هنوز هم در بسیاری از کشورهای جهان نوروز رو گرامی می‌داره تقریبا در اکثر کشورهای جهان به فاصله چند روز قبلتر یا بعدتر و وقتی که نوروز برگزار می شده توجه داشته نوروز تنها آین جهانی است که قربانی نداره همه جشن های بزرگی که برگزار میشه به نحوی با یک مذهب خاص با تولد یک شخصیت مذهبی با مرگ یک شخصیت مذهبی ولی این جهانی است از نظر مذهبی جا... هیچ مذهب خاصی درش نقش نداره هیچ زبان خاصی برای همینم بزرگترین مرکز قدیمی اساطیری نوروز تخت جمشید بوده است به گمان من تخت جمشید یک نماد باغ بهشت است یک بهشت زمینی است با درخت های سنگی یعنی من فکر نمی کنم تخت جمشید سقفی چوبی داشته و آتش گرفته و اینها به گمان من بیشتر به افسانه شبیه است تاریخ امروز اینها رو نمیپذیره سقفی نداشته اینها باغ بهشت بوده است بر روی زمین و ایرانی ها یکی از شاهکاراشون در تاریخ یعنی دو تا کار ایرانی ها کرده باشن یکیش اینه که باغ درست کردن و تخت جمشید نماد یک باغ سنگی نماد باغ بهشت بر روی زمین بوده و شما از جلوی تخت جمشید که وارد تخت جمشید میشید دو چیز در مرتبه اول چشم شما رو میگیره که به نوعی پاسخ سوال شماست پاسخ پرسش شماست اولین تصاویری که میبینید نبرد شیر و گاو است بر روی پلکان آپادانا بر روی پلکان ورودی و در سر تا سر تخت جمشید و در سر تا سر فرهنگ ما این نماد شیر مبارزه شیر و گاو گاو نماد ماه است نماد شب است نماد زمستان است و نماد باروری شیر نماد خورشید است نماد روز است و ستیز این دو نماد بهار است یعنی بیشک تخت جمشید محلی برای برگزاری جشن نوروز بوده حالا چرا از جنبه دومش چیست؟ از جنبه دومش این است که شما به نقش دومی که در تخت جمشید برخورد میکنید میبینید مردمانی از تمام سرزمین های دنیا با هدایایی دارن میان تخت جمشید اینها نه به عنوان برده آمدن نه به زور برای اینکه میبینیم تمام هزار و دویز شخصیتی که در پلاهای تخت جمشید هستن همه یک قد دارن همه دستشون تو دست همدیگه است. هیچ کس سوار اسب نیست هیچ کس روش رو به طرف دیگری بر نگردونده هیچ کس در حال جنگ نیست و حتما اگر یک آشوری یا بابلی هست یک پارسی و مادی هم دستش تو دست اونه و دست همدیگر رو گرفتن و دارن میرن و این سمفونی که در آنجا به وجود آمده جهانی بودن نوروز رو نشان میده و بیشک ایران که مرکز برگزاری این جشن بوده امروز یکی از مسائل مهمی که میتونه بهش توجه بکنه مسئله نوروز و این نو شدن دم به دم هستی و انسان است و خب ما از جنبه اساطیری اگر بخوایم بهش نگاه بکنیم شاید قدیمی ترین سند که رایج هست و ما میشناسیم شاهنامه است خب داستان نوروز در شاهنامه فردوسی هم آمده ما میدونیم که جمشید که جالب این است که محل برگزاری نوروز هم نامش تخت جمشید هست و تصور ذهنی مردم البته از اونجا بوده که تصویری که در شاهنامه از نوروز هست اینه که میگه جمشید تختی ساخت و به دیوها گفت این تخت رو روی شانهشون بردارن و خودش مثل خورشید رفت در آسمان و اون روز رو گفت روز نو نوروز ولی یک جنبه جمشید بسیار اهمیت داره جمشید نخستین انسان اساطیری و نخستین شاهی است که میگوید من خدا هم. و ما این فریاد رو بعدا از دهن حسین حل منصور حلاج هم میشنویم که انا الحق از دهان عارفان دیگری میشنویم که خدا در جبه من است در پیراهن من است آن مکتب انسان خدایی ارفان ایرانی ریشش برمیگرده به این استوره که بعد به یک امر جهانی تبدیل میشه این مسئله ولی ریشهش در داستان جمشید هست و در حقیقت نوروز یک زاویه دیگر اساتیریش این است که روز پیروزی فریدون بر زحاک است یعنی روز آزادی مردم است روز برافراشتن درفش کاویانی است روز رستاخیز طبیعت فقط نیست روز رستاخیز انسان و جان انسان هم هست من یک گوشه دیگری از جنبه اساتیریش رو بگم که شاید یک مقداری پنهان مونده اینه که نوروز ما با فروردین آغاز میشه خب یک تعبیر رایج این است که فروردین از کلمه فر و ور و دین تشکیل شده و در حقیقت نوروز و به چهارشنبه سوری گرامی داشت ارواح درگذشتگان و مردگان بوده که به گمان من این تبیر یک مقداری کهنه به نظرم میرسه برای اینکه فر که قسمت اول و مهم این کلمه است یک عنصر بسیار مهم در فرهنگ ایرانی است از چندین هزار سال پیش تا همین الان که ما با هم نشستیم مسئله فر با مسئله روان با مسئله روح تفاوت بسیار جدی داره فر بیشتر به ینویانگ چینی نزدیکه فر در ایران باستان معتقد بودند که هر موجودی در هستی یک نیمه تاریک و ایستا داره یک نیمه پویا و روشن داره و اون نیمه تابناک خورشیدی و آفتابی شما نامش فره و مخصوص شاه و کسی هم نیست هر کسی میتواند صاحب فر بشود تمام تلاش انسان این است که آن نیمه تابناک و نورانی خودش رو بالا پر بهش بده روشنترش بکنه برای همینم نام فر گرفته فر همان است که امروز در فرهنگ در فروردین در فرهمند در فرزانه در فرشته هنوز در بسیاری از نام های ایرانی باقی مانده است و این فر بسیار مورد ستایش ایرانیا بوده نه از اون زاویه که خاص کسی خاص پادشاهی خاص شخصیت مذهبی خاص برای همه انسانها ها بوده فردوسی میگه فریدون فرخ فرشته نبود خود این ش... مصره خودش سه تا فرد داره فریدون فرخ فرشته نبود ز عود و ز انبر سرشته نبود به داد و دهش یافت این نیکویی تو داد و دهش کن فریدون توی یعنی میگه این فر هر انسانی که داد داد اساس کار شاهنامه و فرهنگ ایرانی است داد نه به معنای عدالت خیلی معنای گسترده تری داره و این فر اه... یعنی نیمه خورشیدی و فرورد و دین در پارسی باستان یعنی جشن ما کلماتی مثل یسن مثل یشت مثل یزد مثل ایزد اینا همه کتاب یشت ها که داریم یعنی سرود سرودخانی جشن گرفتن شادمانی کردن و فروردین در حقیقت جشن تولد نیمه روشن و تابناک انسانی است با در درگذشتگان و مردگان به نظر من هیچ ارتباطی نداره از نظر ریشه یابی لغتی امروز خب این علم بسیار پیشرفت کرده نسبت به سی سال پیش که استادانی آمدن و چنین تعبیرایی کردن و امروز به یقین میشه گفت که خیلی جنبه انسانی و طبیعتش قویتر بوده خب ما خوشبختانه کتابی داریم به نام فروردین یشت که اگر بخشای از اون رو بخوانیم خواهیم دید که دقیقا با این حرف من نزدیکی بسیار بیشتری داره و جالبترین پویاترین و زنده نیایش نوروزی است به گمان من من واقعا نیایش های نوروزی مختلفی که خوندم هیچ کدامش به این زندگی به این پویای اینکه هیچ حد و مرزی برای انسان درش قائل نیست اگر بعد فرصتی بشه من یک بخش کوتاهی از اون رو براتون خواهم حتما. اولی اگر اجازه بدید قبل از اینکه وارد مباحث دیگه بشیم شما اشاره دارید که نوروز و در اصیم فروردین روشن شدن یک نیمه هستش و اشاره داشتید به داد من اگر اجازه بدید میخوام این رو جور دیگه با هم دیگه بررسی بکنیم و اون برگرده به مسئله تاثیر نوروز در روحیه مبارزه مردم بر علیه سیاهی ها یعنی در هر دوره همین سیاهی ها یک شکلی به خودش میگیره آیا نوروز این تاثیر مستقیم رو داشته به خصوص میتونم بگم در شاید بعد از مشروطیت یعنی در مشروطیت و بعد از اون آیا نوروز تأثیری در روحیه مردم برای مبارزه داشته و رابطه ای با تحولات اجتماعی میتونه قائل شد بین نوروز و تحولات اجتماعی نوروز با تمام هستی این مردم سر و کار داشته و بیشک یعنی نمیتونه در یک ما از نه تنها از اون موقع از اسلام به این طرف همواره این کشمکش رو داشتیم خب روی اون دوره خاصی که شما میگین ما در طی این صد سال و خورده که از مشروطیت میگذرد فراز و فرودهای بسیاری طی کردیم و بیشک نوروز به عنوان بخشی از فرهنگ ما نوروز یک امر کاملا اصلا نوروز خودش یک پدیده فرهنگی است ما پدیده های فرهنگی و ریشهدار تو ایران خیلی کم داریم برای اینکه هی قطع شده هی بریده شده نوروز یکی از اوناییست که ما میتونیم روش تکیه بکنیم یعنی تنها عنصر مهمی است در فرهنگ ما که ریشه چند هزار ساله داره و دوامم پیدا کرده البته با فراز و فرودهای اجتماعی بالا پایین رفته مثلا در مورد همین دوره خاصی که شما فرمودید ما میدونیم که ستیز تجدد و سنت در ایران حداقل یک امر هزار ساله است و در بسیاری از موارد شوربختانه به سود سنت داستان فیصله پیدا کرده و تجدد کمرش شکسته از پا درآمده. آمده البته علتهای بسیاری داره از جمله اینکه تجدد ما همواره یک پای خودش توی سنته یعنی از راه سنته که میخواد به تجدد برسه به یک باره خب از همون آغاز مشروطیت این ستیز رو میبینیم کسانی پیدا میشن مثل بهار مثل عشقی مثل عارف مثل فرخی از زی اینها در عرصه ادبیات بقیه عرصه ها هم داریم کسانی هستن که شروع میکنن برای نو کردن برای تجدد جامعه فعالیت کردن خب یک سمت دیگر هم کسانی به جای مشروطه اصلا سخن از مشروعه به وسط میارن ما در روزنامه های اون دوره که نگاه میکنیم این گروه اون گروهی که میخواد مهر دین و آین خاصی رو بکوبه و جلوی تجدد بیسته شروع میکنه به فعالیت و یکی از چیزهایی که باش مقابله میکنه مراسم نوروز است و به اتهام میزنه که این مال زرتشتی هاست و جالبه بدونیم که ما از زرتشتی های هموطنمون تا اتفاقا مشروطیت جزیه میگرفتیم از مردم سرزمین خودمون به هر روی ما این ستیز بین این وقت شما وقتی عشقی میخونین میبینین اشقی از لج اون گروه و برای ستیز با اون گروه رستاخیز شهریاران رو مینویسه و توی اون صحبت نوروز هست و صحبت سنت هست و صحبت تیسفون هست و صحبت تخت جمشید هست و این ستیز بر سر نوروز هم هست هم... همینطور که حرکت میکنیم مثلا اگر بیایم در دو... اوائل سالهای 1300 تا 1310 دوره شاه رو در نظر بگیریم خب اون چیز ناسیونالیستی که قدرت میگیره در ایران برای اینکه اون مسئله ملی شکل بگیره حالا به انگیزه ها و دلایلش نمیخوام ورود کنیم ولی ما میریم توجه به سنت ها و تاریخ و فرهنگ ایران به یک باره شاهنامه برای اولین بار در ایران چاپ میشه آرامگاه فردوسی ساخته میشه مجسمه فردوسی ساخته میشه شو، یک شور و و توجه به مراسم نوروز و بزرگداشت نوروز برای قوام دادن این جامعه ای که هنوز توی دوران قبیله ای و تو دوره گله و امت داره زندگی میکنه حالا با تحکم و با زور یا از بالا یا به هر طریق دیگری ولی به هر حال این شور و ولوله رو ما یک مرتبه میبینیم که نوروز و امر نوروز به یک امر بسیار مهم در سر تا سر جامعه ایران قبلش توجه نمی کردیم اینه که مهم ما مهم این است که مثلا ما به تخت جمشید تا سال 1313 می گفتیم چل منار برای اینکه تا نزدیکای سر این ستون آشغال گرفته بود و محل این بود که ایلاتیا می اومدن اونجا جاغ روشن میکردن و کوچ میکردن و اسب و گاوشون رو نگه می داشتن 1313 برای اولین بار از شیکاگو گروهی دعوت میشن و میان و تخت جمشید رو از زیر خاک میارن بیرون مردم فکر کنن اینا بقایای منار مسجد اونجاست و بهش دو... قبر کوروش رو میگن مقبره مادر حضرت سلیمان حالا دلایلش کار که چرا میگفتن ولی کسی نمیدونست که در اونجا تخت جمشیدی وجود داره و نوروز اونجا برگزار میشده و یا هفت سینی هست ما در تمام آثار نقاشی که در هزار سال گذشته داریم تصویری از نوروز نداریم پیداست که کسی توجه آنچنانی نمی که یک دونه نقاشی داریم راجع به چهارشنبه سوری در چل ستون خب میدونیم چرا دقیقا در یک دوره در دوره صفویه دوباره امر نوروز به یک امر مهم تبدیل میشه ولی در هزار سال بقیه ما تصویری نقاشی این همه ما مینیاتور داریم جالب این است که تمام فصلها در مینیاتور ایرانی همیشه فصل بهاره شما در هیچ مینیاتور ایرانی زمستان و پاییز نمیبینید ولی خود بهار و نوروز یعنی مثلا نقاشی یک سفره هفت سین رو ما تا پنج و سال پیش نداریم و این نشان میده که کشمکش های سیاسی و اجتماعی یا اونقدر پر قدرت بوده و به هر دلیل دیگری روی این امر ملی تاثیر خیلی جدی میگذاشته در سی و چهار سال گذشته که بعد از انقلاب سال 57 و هفت روحانیون خیلی دل خوشی آنچنان از نوروز نداشتن اما یه نکته ای برای خود من همیشه سوال بود و اون دعایی هست که اکثر ایرانی ها امروز در هنگام سال تحویل میخونن و با یا مقلب القلوب شروع میکنن چنین داستانی رو این به نوعی همسانسازی مذهب و فرهنگ با نوروز آیا فکر میکنید کمک کرد به ماندگاری نوروز یعنی بعد از ورود اسلام و یا تحولاتی که در چند سال گذشته بوده یا هر دوره متفاوتی آیا ورود چنین مباحثی کمک کرد به ماندگار شدن نوروز و یا اینکه نه فکر میکنید حتی اگر چنین همسانسازی هایی نبود بسیاری عقیده دارن تغییر هفشین و هفسین آیا اینها واقعیت هایی هستش که میشه بررسی کرد عنصرهای واقعی در چنین چیزی وجود داره یا نه بیشتر تصورات یک برآمده از همون ناآگاهی ما نسبت به تاریخ هستش اتفاق اینا این چیزی که پرسیدین و مطرح کردید یکی از همون زوایای قابل توجه نوروزه ما هر سال نیاییم بنشینیم از نو شروع کنیم نو روز از دو تا کلمه تشکیل شده نو روز هفت سین مثلا سیبش مال سرکش زوایایی که واقعا با فرهنگ و با سرنوشت و با تاریخ ما بسگید. و این اتفاق یک موضوع بسیار جالبی است شما میدونید که از زمانی که تازیان به ایران آمدند کسانی پیدا شدند که گفتند اینا تمام آثار و کتابهای ما را از بین خواهند برد. تنشی برای حفظ اینا شروع کردن به ترجمه ای این آثار به زبان عربی. تمام جاهایی که نیایشگاه آنایتا بود رو گذاشتن قدمگاه حضرت علی خب یعنی تلاش کردند برخیشون تلاش برخی خودشون رو هم رنگ جامعه می‌کردن هم رنگ شرایط میکردند. ولی عنصر بسیار قوی وجود داشت که آقا به این ترتیب ما جلوی نابودی اینها رو خواهیم گرفت و کرد عمل کرد ولی ما امروز نمیتونیم بشینیم تو جایگاه قاضی و به اون عمل اونها در اونجا قضاوت کنیم. کار تاریخ قضاوت کردن روی رفتار اونها نیست که آیا درست کار درستی ولی به هر حال نتیجه حرف این است که حفظ کرد این مثلا اون اخلاق رندی که در ایرانیا هست و حافظ به عنوان یک انسان کامل اون رو مطرح میکنه به هر روی اون سازگار شدن با محیط ضربه میزنه جلوی پویایی و حرکت مستمر رو میگیره یک زاویه منفی داره ولی به هر حال حفظش میکنه حالا این حفظش میکنه توی یک هاگی از و گهگداری از اون هویت اصلیش کاملا میاردش بیرون تحریفش میکنه و حتی گاه به ضد خودش تبدیل میکنه آیا واقعا هر پدیده ای ارزش این رو داره که به این دلیل و برای حفظ و بقای خودش ولی به هر حال انسان ها بخش بزرگی از مردم در جامعه برای بقای خودشون و بقای فرهنگ هر کاری میکنن و ما میدونیم که در تاریخ ایران در اغلب دوره هایی که وجود داشته خودکامگی بیمرز یکی از پایه های جامعه بوده و در نتیجه مردم برای بقا و برای حفظ فرهنگشون و به هر راهی متوسل میشدن که زنده نگه دارن و به هر کار کرده ما میدونیم خیلی از کشورهای دیگه فرهنگشون تمدنشون زبانشون نابود شد رفت از بین رفت کاملا و هر کشوری که زبان خانه هستی است. خیلی از کشورها زبانشون رو از دست دادن در حقیقت اون هستی تاریخیشون و به هر حال ده هزار سال این ملت با همین تدابیر حالا آیا ارزشش داره یا نداره دیگه کار من نیست که قضاوت کنم ولی به هر حال کرده این کار رو یه سوال دیگه ای الان پیش اومد اشاره داشتید به زبانهایی که از بین رفت اه ولی اه نوروز شما در بخش نخست صحبتتون هم اشاره کردید در چند روز پیش یا چند روز پس از همین اول فروردین ما در بسیاری از کشورها جشن گرفته میشه نوروز در کشورهای دیگه چگونه است؟ در بعضی از کشورها خیلی با از ایران کشورهایی که کشورا شاید آدم فکرش نکنه مثلا در تایلند یک هفته جشن آب پاشان دارن و صدها هزار جهانگرد دارن میرن اونجا برای اینکه این جشن رو درش شرکت کنن و هر ساله این جشن برگزار میشه این جشن آیا جشن نوروزی است جشن سال نوشون هست و بسیار با شکوه و زیبا برگزار میشه در افغانستان میل سمنک که در حقیقت به گمان من برافراشتن درفش کاویانی است بسیار باش مراسم گلگردان در تاجیکستان بسیار زیباست در حدود یک هفته دوشیزگانی میان و این سبزه هایی رو که ما سبز میکنیم میگیرن تو دستشون و سرنا می نوازند و در کوی و بازار میچرخند میرقصند ترانه ها و سرود های بسیار زیبای پارسی دارن برای نوروز در قزاقستان ساعت سه بامداد روزی که قرار نوروز بشه اسبهایی رو زین میکنن عروسکی به اندازه انسان سوار این اسب میکنن و پر از زنگوله و این اسبا رو رم میدن تو کوچه و بازار و این اسبا با صدای زنگوله و دویدن های خودشون مجده صبح میارن مجده نوروز رو میارن ولی شاید جالبترین و باشکوه ترین نوروزی که برگزار میشه در کشور آلبانی باشه من گمانم بر این است که مردمان کشور کرویشیا و آلبانی ایرانی و مانوی هستند. کرویشیا یا کراوات ها و خود کلمه کراوات که ما امروز به کار میبریم کراوات یعنی خودی یعنی آشنا یک لغت اصیل پهلوی و معنیش یعنی خودی و آشنا وقتی که مانویت گسترش پیدا کرد در ایران و میدونیم که آینمانی مانی یک تفکر و فلسفه بسیار با شکوه ایرانی بود که از چین تا اروپا رو نزدیک به هزار سال در نوردید برال بنا به دلایلی سرکوب اینها در ایران شروع شد و اینها گروه گروه از ایران گریختند مثل زرتوشی ها که بعدا گریختن اینا فرار کردن و از کوههای قفقاز خودشون رو رسوندن به کرویشیا و اونجا برای اینکه در جماعت بومی حل نشن و همدیگر رو بشناسن دستمال قرمزی به گردن میبستند می و به این دستمال میگفتن خودی یعنی هر که این دستمال رو داره خودیست و این دستمال بعدها تبدیل به کراوات شد و نام این قوم هم از اونجا باقی موند ولی کشور همسایه اینها آلبانی نیز شما اگه به اسمای مردم سرزمین آلبانی نگاه بکنید یا به دینشون اگه ازشون بپرسید بعضیشون میگن مسلمانیم بعضیشون میگن بکتاشی هستیم و شیخ بکتاشی بابا رشاد، اونجا خانقاهی داره و تشکیلاتی داره. مقامش یه چیزی نزدیک به رئیس جمهور آلبانی است یعنی هیچ کاری بی مشورت بابا رشاد و خانقاه خب بکتاشیه رو وقتی دنبال میکنیم اینو از ایران سر در میاره و میبینیم که بیش از با وجود تمام تاثیراتی که عثمانی ها از طریق دین اسلام و مسیحیت در اروپا روی این آین گذاشته ولی آین بکتاشی تمام ریشه هاش مانوی است هیچ چیزی غیر از آین مانوی نیست و من در سفری که به اونجا داشتم به ما معرفی کردند که شما با شاعر ملی ما هم که داری تحقیق میکنی راجع به نوروز با شاعر ملی ما میخوای آشنا بشی و نامش نعیم بود نعیم فراشی که حالا این فر... فراشی هم احتمالا کلمه فارسی است و به معنی تازگی است ما یک کلمه در پهلوی داریم که یعنی تازه شدن و به هر حال من دم در خانه که ایشون دیدم به من کردم گفت سلام آقای محمود کبیر خیلی خوش آمدید به فارسی و بعد یک کتاب دی... یک دیوان شعرش که چاپ شده بود به فارسی من گرفتم و دیدم تمام شعرها به فارسی است و بعد وقتی که گوش میدم اغلب کلماتی که مردم به کار میبرن ریشه هاش فارسی مثل کلمه خداحافظ مثل کلمه سلام مثل اسم های اسم هیچ کدامش ربطی به فرهنگ مقدونیه یا یونان یا اروپا نداره و من اتفاقا یک قسمت شعری رو که تقدیم کرده به مردم ایران برای نوروز با خودم دارم که اگه دوست دارید یک پاره ای از این رو براتون بخونم بله همواره صحبت از گفتگوی تمدن و جابجایی تمدن ها و همز، همزیستی تمدن وقتی میشه شاید این جنبه زبان و این جنبه های فرهنگی خیلی کم بهش توجه میشه ولی فکر میکنم شاید پر اهمیت ترین بخشی باشه که باید بهش نگاه داشت و این که شما میگید یک شاعر آلبانیایی شعری رو برای نوروز تقدیم به مردم کرده این خودش نکته بسیار جالبی است اینا در روز نوروز صبح که میان تو کوچه شما در سر تا سر تیرانا و شهرهای دیگه میبینید مردم میخونن و دارن فارسی میخونن یعنی و اگر واقعا صبح اول نوروز کسی چشم شما رو بنده و نگه کجاتون و, و تو خیابون چشم انتماس فکر کنید ایرانین مردم این رو میخونن اسمش از سرود سلطان نوروز و میگویند خوش آمدی خوش آمدی سلطان نوروز مرحبا مرحبا سلام سلطان نوروز تا آنجا که میتوانی بنگر ورق به ورق بخوان و در هستی تعمق کن خوش آمدی خوش آمدی سلطان نوروز این سرود نوروزی مردم در کوچه و بازار هست و این شعر آقای نعیم فراشی است البته ایشون دیوانهایی هم به یونانی به ترکی داره ولی این دیوانش و این شعرش که تقدیم کرده به مردم ایران میگوید نوبه ها را دلکش و جانپروری دختر نازکتن و سیمینبری روی خندان طبیعت روی توست بوی باغ و بوی گلشن بوی توست البته شعر بسیار طولانی است من همین قسمتش رو براتون خوندم و آخرین جایی که بهش میخوام اشاره بکنم در زنگباره از اروپا گفتیم و از آسیا یک نگاهی هم به آفریقا بندازیم گویا زمانی که به وسیله سلطان محمود غزنوی پیروان آین زرتوش در ایران به شدت سرکوب میشن میدونید حتی اینها کوچ کرده بودن ادهی رفته بودن به هند و سلطان محمود در پیگرد اینها به هند میره و خونه اونجا به آتش میکشه گروهی از مردم شیراز میگریزند به قشم میرن و از قشم سوار کشتی میشن و میرن به زنگبار و امروز اینا در زنگبار زندگی میکنن این سفر اتفاقی بوده یا نه بند به سمت زنگبار نه نه اونجا فرار بوده گریز از برابر سلطان محمود غزنوی بوده است اینها فرار میکنن به اونجا میرن و هنوز در حافظه تاریخی اینها شیراز و شیرازی بودن و ایرانی بودن باقیست و مراسمی دارن که اسمش از نوروزی و جشن نوروز رو در زنگبار اینها برگزار میکنند و اینها البته نمونایش من تحقیقی کردم که در کجاهای در روسیه هست در خیلی از کشورهای دیگر دنیا هم ما مراسم نوروز رو داریم سوال آخر جنبه های متفاوت نوروز رو بررسی کردیم به مبارزه ها اشاره کردیم به گسترش نوروز اشاره کردیم صحبتی هم که داشتیم این, این که شاید بسیاری از حرفایی که تا امروز مطرح شد نگاهش به گذشته بود کمتر به آینده نگاه کردیم میخوام نگاه خودتون رو بدونم که این نوروز در امروز ایران یعنی امروزی که تحولات سیاسی و اجتماعی همواره با درد داره بررسی میشه فشار خفقان موجود در داخل کشور فشار بر تمام طبقه های اجتماعی چگونه میشه از نوروز استفاده کرد تا این مبارزه ها و این روحیه رو دوباره زنده کرد ببینید ما مردمان شادی بودیم ما در هر ماه چندین روز جشن داشتیم ملت جشن ها بودیم کتاب مذهبی ما اسمش بوده کتاب جشن کتاب سرود گات ها که قدیمی ترین کتاب آینی ماست و منصوب به زرتشت هست امروز در کلمه دستگاه موسیقی باقی مونده گات یعنی آواز یعنی موسیقی و به شعر بوده است به سرود بوده است و خب شرایط تاریخی و حوادثی ما رو از اون فرهنگ زند ما برای یک رستاخیز دیگر من فکر میکنم ما دوباره ایستادیم در آستانه یک رستاخیز دیگر یک رنسانس دیگر و این رستاخیز و این رنسانس فقط به طبیعت نو شدن و دوباره فقط نقب زدن به گذشته و غرق شدن در گذشته نیست در گذشته ما در فرهنگ ما عناصری هست که ما فراموشش کردیم و اینا بسیار قابل ارزش است مثل مراسمی که در نوروز داریم مثل مثلا مراسم میر نوروزی این یک بخشی از فرهنگ تئاتر ما بوده و ما امروز تئاتر نداریم در حالی که ما مراسم باشکویی مثل کوسه برنشین در صبح روز اول نوروز برگزار می شده در سر تا سر ایران تا همین اواخر و این سراپا شادی و رقص و دستفشانی و پایکوبی بوده شما مولانا رو بخونید غزلیات شمس واجه به واجه در حال رقصه اولین غزل دیوان شمس بلند میشه ای شاخ تر به رقصا این مولانا کی ظهور کرده وقتی مغل حمله کرده حافظ کی زور کرده وقتی تیمور حمله کرده و اینها همش صحبتشون چی بوده در زیر یورش تیمور و مغول برقصید بخوانید شادی کنید این شادمانی و این امید بوده که این فرهنگ رو حفظ کرده و در فرهنگ ما خوشبختانه به ویژه در نوروز یک عنصر جهانی یک عنصر همدلی همپرسی وجود داره که تو آینها تو این مراسم میر نوروزی که برگزار شده یه کارناوال بسیار عظیمی در سراسر ایران به راه می افتاده می سال رو به دوازده ماه تقسیم میکردن هر ماه سی روز بود پنج روز اضافه می اومد و این پنج روز رو با جشن و شادی بهش ایام دزدیده شده یعنی اینا دیگه مال مردمه بزنید بکوبید شادی کنید و اینقدر برای جشن و شادی و ما به این احتیاج داریم این بخش از فرهنگ ما تبدیل شده به فرهنگ مویه تبدیل شده به فرهنگ عزا تبدیل شده به غصه خوری به گذشته نگری و این جان تازه بهار و این فرهنگ شادمانه که شما مراسم میر نوروزی یا کوسه برنشین رو نقار نوازی سرنا نوازی ما برای میگم نوروز یک فرهنگ موسیقی خاص خودش داره میدونید چقدر از دستگاه های موسیقی ایرانی نام نوروز روشه نوروز بزرگ نوروز کوچک سبز در سبزه، سبز سبز بهار اینا دستگاه های موسیقی ایرانی است تو تئاتر ایران میره نوروزی داریم کوسه برنشین داریم حاجی فیروز داریم خب اینا عناصری است که ما رو به هم نزدیک میکنه و شور و امیدی در ما برمیانگیزه برای حرکت به سوی آینده نه برای بازگشت دوباره به گذشته این شادی امیدوارم که برای همه هموطنان ما و برای تمام کسانی که نوروز رو جشن میگیرن در این سال جدید مستدام باشه و بتونه عاملی باشه برای همون که شما میفرمایید اون رستاخیز دوباره ای که باید بر حال آقای کبیر از شما واقعا تشکر میکنم از توضیحات مفصل و زیبایی که دادید جادار نوروز رو هم به شما تبریک بگم لطف کردید از این که امروز در برای ما شرکت گرد. من هم به شما تبریک میگم و بسیار سپاس گذارم. همچنین از شما هم تشکر می کنم که با ما هم راه بودید به شما هم باز هم نوروز رو تبریک میگم امیدوارم که روزگاران و نوروز بر شما خوش باد و تا درودی دیگر بدرود